سلام بچه‌ها امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این قسمت میخوایم در مورد طراحی فضاهای هنری فرهنگی مثل سالن‌های سینما و سالن‌های نمایش مخصوص تئاتر و آمفی‌تئاتر صحبت بکنیم ببینیم که اگه بخوایم یه همچین فضایی طراحی بکنیم اصول کلی و روش طراحی به چه شکله و اونا رو بهتر و بیشتر بشناسیم قبل از شروع ویدیو خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیویی منتشر شد سریع متوجه بشید و اون رو ببینید بچه ها شرکت طراحی و ساخت بهفر لطف کردن و اسپانسر ویدیو ما شدن تا ما بتونیم راحت براتون محتوای حرفه معماری تولید بکنیم لینک اینستاگرامشون هم توی بخش توضیحات و هم توی ویدیو هست بهترین راه ارتباطی باهاشون از طریق دایرکت اینستاگرام میتونیم باهاشون از این طریق در ارتباط باشیم بریم سراغ ویدئو اولین موردی که توی طراحی سالن سینما و یا آمفی میریم سراغش عرصه بندی فضاهای این مجموعه است به طور کلی این مجموعه فضاهاش توی سه دسته عرصه بندی میشه فضای اول فضاهای خدماتی هن که شامل سرویس بهداشتی نمازخونه بوفه پارکینگ و حالا امثال هم هستن بخشبندی دوم و در واقع عرصه دوم عرصه مدیریتی که شامل حالا فضاهای مدیریتی همینطور فضای فروش بلیت گیشه و یا اگه سالن سینما داشته باشیم اتاق اپراتور اینطور فضاها هم توی این عرصه دسته بندی میشن و عرصه آخر که شاید مهمترین عرصه هم هست همون سالن نمایشه یعنی عرصه نمایشی که در واقع خود سالن اصلی نمایش توش قرار گرفته بحثی که دوستانم باش ورود بکنم به طراحی سالن سینما و یا آمفیتئاتر ورودی این مجموعه هاست میخوام ببینیم که ورودیشون باید چه ویژگی داشته باشه اولین ویژگیش اینه که باید عریض باشن عرض زیادی داشته باشن چرا؟ چون این عرض زیاد یک باعث میشه که این فضا تبدیل به یک پاتوق مناسب بشه برای کسایی که این جلوی سینما جمع میشن سه چهار تا جوان ممکنه جمع بشن با هم گپ گف و گفتی داشته باشن یه فضای مناسبی شکل بگیره یه پاتوق خوب شکل بگیره جدا از این این عرض زیاد و این نمای عریض شهری باعث میشه که این سینما و این آمفی‌تئاتر تبدیل به یک گره شهری بشه که کاملا شناسایی اون برای ما راحته جدا از اون شاید خیلی وقتا توی آدرس دقت بکنین که از لفظ سینما یا مثلا فلان سالن سینما استفاده میکنین مثلا آدرس فلان جا رو میگین آقا روبروی سالن سینمای فلان یا مثلا قبل و بعد سالن سینمای بهمان حالا اون سالن سینما میتونه سالن آنفیتاج باشه به خاطر این عریض بودنشه که توی نمای شهری خیلی مشخصه تبدیل به یک گره شده که توی آدرس بهمون به کمک میکنه نکته بعدی که این عریض بودنه بهش کمک میکنه اینه که خیلی وقتا بالای این ورودی دقت بکنیم پوستر و یا تابلو فیلم ها و حالا تئاترها زده میشه و این خودش جذب کننده افراد برای ورود به سالن سینما و یا حالا آمفیتئاتر و خیلی وقتا این پوستر بالای ورودی طراحی میشه به خاطر همین این عریض بودنه اینجا هم به کارمون میاد نکته بعدی که باز توی طراحی ورودی مهمه اینه که عموما طراحی ورودی این سالن ها و این مجموعه ها یه مقدار عقب با عقب نشینی همراهه یعنی یه مقدار از سطح خیابون میاد عقب تر. چرا به خاطر یک ایجاد حس دعوت کنندگی بیشتر توسط مجموعه و دو اینکه شما فرض بکنید که مثلا مجموعه میخواد یک استند یا یک پستر ایستاده جلوی خود ورودی قرار بده حالا برای تبلیغات یا حالا هر چیزی که هست اگه این ورودی کاملا هم خط با بقیه ساختمون ها و خیابون باشه شما زمانی که یک استند میذارین اون استند توی خیابونه در واقع و ممکنه حالا مشکل به وجود بیاره برای رفت و آمد افراد ولی اگه یه مقدار عقب نشینی و یه مقدار گودی داشته باشه شما میتونین اون استند رو توی اون فضا قرار بدین و در واقع دیگه مزاحمتی برای رفت و آمد افراد پیش نیاد. باز مورد بعدی اینه که گفتم این فضا ممکنه به یه پاتوق تبدیل بشه. زمانی که به پاتوق تبدیل میشه افراد ممکنه اونجا تجمع بکنن، یه سری گروه های سه تا چهار نفره اونجا حضور داشته باشن، میتونن توی اون عقب قرار بگیرن که باز مزاحم رفت و آمد بقیه توی حالا فضای شهری نشن. برای یه موضوع بعدی که در مورد ورودی مطرح میشه میخوام یه مثال براتون بزنم شما زمانی که میرین سینما نهایتا خودتون با یکی از دوستاتون با دو تا از دوستاتون نهایتا سه چهار نفری وارد سینما میشید اما زمانی که حالا نمایش یا فیلم تموم میشه تمام افرادی که داخل سینما هستن با هم خارج میشن یه هم ممکنه مثلا پنجا نفر با هم خارج بشن به خاطر همین عموما ورودی و خروجی از دو تا گیت متفاوت طراحی میشن یعنی ورود و خروج از یه گیت ثابت اتفاق نمیفته حالا ورودی رو که شرایطش رو گفتم خروجی ها معمولا توسط حالا مسیرهای فرعی به کوچه ها و شریان های فرعی اطراف مجموعه ارتباط پیدا میکنن تا بتونیم حالا این افراد مثلا تعداد زیادی 50 100 نفری که توی سالن بودن و خیلی راحت بتونیم از مجموعه تخلیه بکنیم پس ورودی و خروجی رو دقت بکنیم که باید توی این حالا کاربری و توی این عمل کرد جدا از هم و دور از هم طراحی بکنیم توی بحث طراحی خروجی یه نکته دیگه هم حائز اهمیته اونم اینه که توی مسیری که حالا شما دارین توی خروجی طی میکنین که از حالا سالن سینما برسیم به در خروج از پله استفاده نکنین چرا به خاطر یک اینکه گفتم حجم افرادی که میخوان خارج بشن زیاده ممکنه این پله پاگیر بشه و افراد بخورن زمین جدا از اون ممکنه به خاطر حالا اینکه ماهیت کلا سینما و حالا سالن نمایش تاریکه این فضا خیلی دید مناسبی برای افراد نداشته باشه پاشون گیر بکنه به این در واقع پله بهتر پله نذارین و بهتر اگه حالا میخوان شیبی هم ایجاد کنین رو به پایین باشه نه رو به بالا به خاطر اینکه ما داریم به هر چه راحت تر خارج شدن این افراد کمک میکنیم به خاطر اینکه تعدادشون زیاده نکته بعدی این که گفتم تعداد افرادی که میخوان خروج پیدا بکنن از مجموعه و خارج بشن خیلی بیشتر از افرادی که ناگهانی وارد میشن در لحظه به خاطر همین خروجی ارزش دو برابر ورودی طراحی میشه و ما در واقع خروجی عریستری نسبت به ورودی مجموعه داریم حالا بعد از کردن ورودی و گذروندن این مسیر حالا دریافت بلیت از گیشه میرسیم به کجا میرسیم به لابی مجموعه طراحی لابی سالن سینما و آمفی‌تئاتر خیلی اهمیت داره چرا چون سیرکولاسیون و کلا مسیرهای ارتباطی مختلف مجموعه توسط این لابی تعریف میشه یه دیاگرام هست که حالا توی ویدیو هم میارم میتونیم ببینیم که میزان ارتباط لابی با حالا فضاهای مختلف مثل سالن نمایش مثل حالا فضای خدماتی فضای اداری توی این دیاگرام مشخص شده که چه میزان ارتباط بین لابی و حالا هر فضا قدرتمنده شما قدرتمندترین ارتباط رو بعد بزنین بین لابی و سالن نمایش چرا چون عموم افرادی که اومدن داخل لابی به خاطر دیدن فیلم و یا نمایش دیگه اون اکثر مردمی که اومدن به خاطر همین قوی ترین ارتباط هم میذاریم برای میزنیم ضعیفترین رو میزنیم برای کجا؟ برای فضاهای اداری چون ممکنه افراد خیلی کمی بعد از ورودشون برن به سمت فضاهای اداری میتونیم هم ارتباط اینا رو ضعیف بکنیم هم میتونیم یکم فضای اداری رو مخفی بکنیم خیلی توی چشم نباشه اما بعد از سالن‌های نمایش قوی‌ترین ارتباط باید با بخش‌های خدماتی باشه مثلا با پارکینگ با سرویس بهداشتی با بوفه حالا بعد از سالن نمایش میایم به ارتباط قوی لابی با این فضای خدماتی میپردازیم حتما حتما لابی و با, با بخش فروش بلیت هم در ارتباط باشه خیلی خب حالا بعد از طی کردن مسیر لابی میرسیم به سالن نمایش مهمترین فضایی که ما میخوایم در مورد طراحیش صحبت بکنیم ببینیم سالونه سینما چطوری طراحی میشن سالن آمفیتاز چطوری طراحی میشن بچا هدف کسی که وارد این حالا سالن نمایش میشه در نهایت لذت بردن از اون چیزیه که داره میبینه دیگه و حالا دیدن اون فیلم و یا دیدن اون نمایشه حالا هدف ما به عنوان طراح اینه که در راحت ترین حالت ممکن اون فرد بتونه فیلم و یا نمایشش رو ببینه پس ما دغدغمون دق به عنوان طراح اینه که یه فضای مناسب برای تماشا توی این سالن بسازیم عموما پلانای سالن‌های نمایش به صورت مستطیلی طراحی میشن و نوع قرارگیری سندلی ها هم یا به صورت خطیه یا به صورت شعایی ها که حالا تفاوتاشون هم جلوتر میگم. یه کاری که میتونیم بکنیم برای قرارگیری این صندلی ها اینه که صندلی های ردیف های عقب دید مناسبی به پرده داشته باشن یا به سن داشته باشن و صندلی های ردیف های جلو در واقع تصویر پرده رو برای اینا ماسکه نکنن و افرادی که عقبا بتونن تصویر رو ببینن برای اینکه این کارو بکنیم خوبه بیایم از شیب استفاده بکنیم یکی از راهکاراش اینه بیایم از شیب استفاده بکنیم و در واقع اون ردیف های عقب رو بیاریم روی شیب بالاتر و هی به ترتیب از این شیب کمتر بکنیم که مثلا سر نفرات جلو باعث که نفرات عقب پرده رو نبینن یا سن رو نبینن و همه دید مناسبی از اون پرده و یا از اون سن داشته باشن یه کار دیگه می‌کنیم میکنیم توی حالا سینما ها و طراحیشون اینه که به جای این ایجاد شیب که حالا ممکنه هزینه برن باشه بیایم از یک سری گودی استفاده بکنیم فضا رو یه مقدار از توب انگار بچنیم گودترش بکنیم و اون شیب ملایم رو ایجاد بکنیم که دید افراد مناسب باشه یه موضوع دیگه هم باز مطرح میشه که کمک میکنه به این دید اون هم این که حالا ردیف های سندلی ها رو که قرار دادیم این سندلی ها توی یک سری ستون پشت سر هم نباشن و در واقع سندلی عقب بین دو تا صندلی جلو باشه و یک دید مخروطی به اصطلاح برای بیننده شکل بگیره و در واقع اصلا نشه که اون صندلی های جلو و صندلی های عقب رو دیدشون رو بپوشونن و در واقع ماسکشون بکنن به خاطر همین این دیده مخروطی اصطلاح مهمیه توی طراحی حالا صندلی‌های مجموعه های آمفیتاج و سینما دقت بکنیم به این موضوع اگه دقت کرده باشین توی یک آکس مشخص نیستن و در واقع انگار یکی در میون عقب و جلو چیده شدن بچه ها گفتم سندلیا رو یا حالا به صورت خطی میچینن و یا به صورت شعاعی یعنی یه مقدار سندلیا حالت قوسی دارن این قوسی بودن یکی به این کمک میکنه که دیده مخروطی مناسبتر بشه جدا از اون هر چقدر پرده سینما عریستر و یا در واقع کرو تر باشه میایم این قوس سندلیا رو بیشتر میکنیم توی سالون های تاج به خاطر اینکه صدا فقط از طریق سن میاد و در واقع صدا متمرکزه این چیدمان سندلیا بیشتر از سالن‌های سینما واگرا طراحی میشه و قوس خیلی بیشتری داره و شبیه به حالا مثلا قطاع دایره طراحی میشه این حالا تفاوتیه که ممکنه توی طراحی سالن‌های سینما و تئاتر وجود داشته باشه یه نکته دیگه و یه تفاوت دیگه بین سالن سینما و تئاتر وجود داره اینه که سالن سینما یه اتاق اپراتور داره که توی سالن‌های تئاتر نیست جدا از این فضای سالن تئاتر و در واقع سنش یه فضای پشتی داره که حالا مخصوص گیریم مخصوص آماده شدن بازیگرا و حالا چیزهای دیگه است ممکن اونجا اصلا یه دکوری قائم شده باشه بیاد بره به خاطر همین فضای پشت سن تئاتر خیلی عریضتر و بیشتر و بزرگتر و تر نسبت به حالا فضایی که پرده سینما توش قرار میگیره یه مقدار این طراحیشون با همدیگه متفاوته درهای سالن‌های سینما و درهای ورودی دقت بکنید درهای ورودیش هم از عقب طراحی میشن یعنی زمانی که ما وارد مجموعه میشیم وارد سالن میشیم همه سندلیا و در واقع پرده رو میبینیم اما خروجی ها نزدیک به پرده طراحی میشن به خاطر حالا همون تخلیه مناسبی که میتونه توسط این ورودی و خروجی ها اتفاق بیفته توی ورودی تئاتر و سینما دقت بکنید که خیلی وقتا بیاین از یه شکست توی طراحی پلانتون و ورودیتون استفاده بکنید چرا به خاطر اینکه فرض بکنید فضای داخل سالن تاریکه یه درباز میشه میزان خیلی زیادی از نور وارد میشه توجه برای بیننده از بین میبره ممکنه یه لحظه از فیلم حواسش پرت بشه مثلا حالا نور زیادی وارد مجموعه بشه به خاطر همین خوبه با یه شکستی طراحی بشه که اگه هم درباز شد میزان خیلی زیادی از نور حجم خیلی زیادی از نور وارد سالن نشه و در واقع چشم مخاطب اذیت نشه نکته آخری که میخوام در مورد چیدمان این صندلی های سالن نمایش باهاتون صحبت بکنم اینه که نباید این ردیف سندلی ها تعداد سندلیش بیشتر از 15 تا بشه او بین 13 الا 15 تا است و نباید بیشتر از این بشه چرا؟ به خاطر همون هدفی که گفتم تراح باید داشته باشه در نهایت ما باید به این فکر بکنیم که بیننده یک تجربه راحتی از فیلم دیدن داشته باشه دیگه حالا اگه تعداد این ردیف سندلی ها مثلا 20 تا یا 30 تا باشه فرض بکنیم که یه نفر 5 دقیقه ده دقیقه یه رو دیر اومده و وارد مجموع شده و حالا اگه بخواد یه مسیری رو طی بکنه که به صندلیش برسه بعد از جلوی هزار تا آدم رد بشه هی hey, بگه آقا عذر میخوام آقا میخوام هم سر و صدا ایجاد بکنه همین که دیدم یه سری از افراد رو حالا مختل بکنه و باعث آزار اذیت بشه ممکنه واسه درگیری بشه به خاطر همین نباید این ردیفا بیشتر از 15 تا دا صندلی داشته باشه حالا اگه خواستیم یه جای بزرگتر طراحی بکنیم میتونیم این ردیف سندلی ها رو تو دو نوبت بزنیم و در واقع یک آکس وسط برای مجموعه ایجاد بکنیم که هم دسترسی به سندلی ها راحت تر بشه همین که یک ردیف طولانی نسازیم که مخاطب اذیت بشه خیلی ممنون که همراه من بودین تا آخر این ویدیو امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی بوده باشه به دردتون خورده باشه اگه تجربه توی زمینه طراحی سالن های تئاتر سینما دارین و یا موردی بود که من فراموش کرده بودم تو ویدیو بگم حتما شما توی کامنت بنویسین و به ویدیو اضافه بکنین توی کامنت ها با همدیگه دیگه میتونیم گپ بزنیم اگه خواستین ما رو نقدن حمایت کنین میتونید از طریق لینک هامی باشه که توی بخش توضیحات هست ما رو به یه قهوه دعوت کنین در نهایت هم بازم ممنون از حمایت های خیلی خوبتون و کامنت های قشنگتون که برای ما میذارین و خدا نگهدار